گیورگی ولسیانی، باز هم سروش رفیع رو پاش رفته، فرشید باقری تو عرض پاس میده برای حسین کنانی، تیم پرسپولیس جلو میاد، دفاع بالا میاره تیم رو، یرسال برای طراحی حمله برای اورونوف، عبدالکریم حسن سر توپ خوشگلش تو محوطه جریمه، فرصت داره پرسپولیس برای عالی شاه و توپی که مدافعان مس دور کردن، استاد ضد حمله هم هستن بازیکنان مس، طراحی حملهشون بسیار خوب صورت میگیره اونجا، سعید واسعی بازیکن تکنیکی یه بازیکن تو در رفته، پاس تو در برای طراحی یه حمله خطرناک، هنوز فرصت داره مس تو محوطه جریمه، میزنه منتظر محمد، میزنه اونجا منتظر محمد و طرفدارای مس منتظر گلش بودن که بیران وقت بود در اختیار گرفت، میبرن به سمت راست توپ رو جایی که ریگی بود، امید آلیشا سمت چپ داره بازی میکنه و ترابی رفته سمت راست، یه حرکت برای پرسپولیس داره ایجاد میشه، ضربه محکم از راه دور از دست حامد لک، نزدیک بود توپ در بره و گرفت خودش، شوت زن این عبدالکریم حسن، با هم دیگه میبینی از راه دو زبیه محکم پای چند و بدین شکل گرفت توپو حامد لک، عبدالکریم حسن سمت چپ منتظر محمد رو پاش رفته، خود عبدالکریم حسن برای اورونوف از بازیکن رد شد، فضا داره برای شوت زنی با پای راست، حالا زربش رو میزنه و باز هم گرفت حامد لک، میخواد تیم رو آروم کنه و فشار پرسپولیس رو کم بکنه، حامد لک دروازه‌بان با تجربه است، سنگربان مثل رفسنجان، با پرسپولیس تو آسیا تا پای فینال غرب آسیا رفت، به فینال لیگ قهرمانان هم رسید، حامد لک، سجاد شهبازی بود توپشو زد، گبلسیانی یه بار دیگه زبیه راه دور محکم بکنه چه علیرضا بیرانوند در دو مرحله خودش توپو در اختیار میگیره و نمیذاره زبیه منتظر محمد دروازه پرسپولیس رو باز بکنه، حالا ریگی صاحب توپ شد، موج دیگری از حمله در راه است، دانیال اسماعیل فر، امید آلیشا توپو نگه داشته، آل کثیر تو محوطه هست، یه ارسال کوتاه زمینی، فرصت داره پرسپولیس، دروازه رو نتونست باز بکنه، عیسی آل کثیر چه توپی رو از دست داد و ورزشگاهی که نیمخیز بود و منتظر گل رو نامید کرد تو این صحنه، ببینیم با هم دیگه، ارسال عالی دانیال اسماعیلی فر، خواست زبیه رباه ماجری بزنه عیسی آل کثیر و در نهایت توپ از بین پاهاش رد شد، علی محمدی تکل خوب عیسی آل کثیر، توپگیری بازیکن پرسپولیس، مهدی ترابی پشت محوطه میاره به سمت راست، آلیشا یه ارسال، فرصت داره پرسپولیس، زاویه سر عیسی آل کثیر و توپی در چارچوب نبود این بار هم، زاویه سر عیسی آل کثیر تو چارچوب نیست و حالا تعویض میتونه برای پرسپولیس صورت بگیره، چقدر خوب آوردن جلو و چه زاویه سری رو میتونست به سمت چارچوب بزنه آل کثیر که اینگونه نشد و ارسال خوب امید آلیشا روی تیر یک با زبیه آل کثیر توپو بدین شکل به بیرون فرستاد، لب خط سمت چپ امید آلیشا را میزن اورونوف تو محوط امیری، پاس کاتبک، فرصت داره پرسپولیس میره واسه شوت زنی اونجا، ضربه ای که زده میشه تو چارچوب نیست، ضربه سروش رفیعی در چارچوب نیست و موقعیت پرسپولیس از دست رفت تو این صحنه، با هم دیگه میبینی فرار خوبه وعید امیری، پاس رو بیرون برای کنعانی، کنترل سروش رفیعی تو چارچوب بود، میتونستیم شاید گل رو ببینیم چون حامد لک هم جلو اومده بود و باز هم بازیکن مس ناراحت روی زمین در حالی که ما صحنه آهسته رو تماشا میکنیم، عبدالکریم حسن یه ارسال خوب برای آل کثیر پشت محوطه ترابی، فرصت داره وعید امیری روی پای راست روی پای چپ، دانیال اسماعیلی فر، پرچم بالاست، آفساید گرفت داور، آفساید گرفت داور رو هیچ کس نزد، کم تعداد هستن بازیکن پرسپولیس، اسماعیلی فر داره اضافه میشه ضد حمله این تیم، میارن به سمت راست، دانیال اسماعیلی فر یه کنترل یه ضربه از اسماعیلی فر، نزدیک بود دروازه مس باز بشه،
نزدیک بود دروازه مس باز بشه که نشد. همه چیز آماده بود که دروازه مس رفسنجانو باز کنه اسماعیلی فر. در معدود حملاتی که پرسپولیس از جناحین داشت، اسماعیلی فر اینگونه زاویه پای راستش رو به بیرون فرستاد. سوت داور امید آلیشا گرسال بلند رو دروازه فرستاد و توپی که رفته بیرون ضربه دروازه است که اونجا اعلام میشه و مشکل داره گیورگی ولسیانی. 8-10 تا بازیکن مس تو زمین و پشت محوطه جریمه شون هستن، با لک میشن 11 نفری تو محوطه جریمه. وحید امیری ارسال فرصت داره باز بکنه. بازم روی ارسال‌های هواری، بازم مدافع گرجستانی میشه فرشته نجات قرمزهای پایتخت. سر در جدول قرمز شد تو این لحظه، سر جدول قرمز میشه و زمان هم باقی مونده که بخواد ترکیب قهرمان مشخص بشه. ورزشگاه آزادی منفجر شد. مدت‌ها بود این همه تماشاگر ندیده بودیم تو ورزشگاه آزادی. و حالا پرسپولیس با گبلسیانی پرواز میکنه به صدر جدول. توپای هوایی رو حامد لک گرفت اما این بار دیگه نتونست توپی که اونجا ولسیانی زده رو بگیره. چقدر خوب ضربه این سرش رو زد. میگن آفساید بوده اما خود میثم تیموری که دستش بالاست آخرین مدافعش شاید مشکوک کرده باشه صحنه رو به پر کردن آفساید. پرسپولیس 1 مثل رفسنجان 0. و هم دیگه میبینیم صحنه رو استاده که بدین شکل گیورگی بلسیانی ضربه سر رو میزنه و پرسپولیس 1 بر 0 جلو میندازه. فشار روی تماشاگری حاضر تو ورزشگاه بسیار بالاست و تماشاگر رو من دیدم که حالش متاسفانه بد شد و با آمبولانس بردنش از ورزشگاه بیرون. موبایل های روشن تو ورزشگاه آزادی، تماشاگران مشتاق که اومدن برای گرفتن جشن قهرمانی و حالا زمان های باقی مانده بسیار مهم هست برای پرسپولیس. یه بار دیگه یه موقعیت داره پرسپولیس. ایصال کثیر یه زمین فنی تونست دومی رو بزنه و کار تیم مثل تموم بکنه. یا به طرف داری پرسپولیس راحت دو این لحظه ایصال کسی جعفری از راه میرسه. خب در ورزشگاه پاس قوامین استقلال بازیش تموم شد، این منم بازی پرسپولیس تموم شد و پایان رقابت های لیگ برتر و حالا روبان قرمز دور جام قهرمانیه. روبان قهرمانی لیگ رو از آن خودش میکنه در حالی که پیکان در مسافات تیم فوتبال استقلال 2-0 شکست خورد. استقلال صدر جدول رو داشت اما با گلی که قبلسیانی زد دوباره صدر جدول تغییر کرد و پرسپولیس به صدر جدول رسید. در تلاش هم هستیم که بازیکن‌های پرسپولیس رو به استودیو فوتبال برتر دعوت بکنیم که اگر بشه نمیدونم نصف شب یا بامداد میشه دیگه بعد از بازی رئال و دورتموند با بازیکن پرسپولیس در استودیو فوتبال برتر هم گفتگوهایی رو داشته باشیم. شما تصاویر رو ببینید، من میرم کنار زمین تا اگر بشه با بازیکن پرسپولیس همینجا قبل از اهدای جوایز هم گفتگویی داشته باشم. تصاویر رو ببینید و استودیو فوتبال برتر با مراسم میثاقی و میهمانهای محترم هم همراه شما خواهند بود.